صار خط خبر. مسمومیت بیش از 100 دانش آموز دیگر در هرات. از آغاز هفته این سومین مورد مشابه در این شهر می باشد. برگزاری نشست اقتصادی ریکا در کابل. در این نشست بیش از 70 کشور و سازمان بین المللی حضور دارند. تأکید رهبر ایران بر فرستاده شدن متن توافق اتمی به پارلمان ایران. آیت الله خامنه‌ای میگوید در این زمینه به اعضای مجلس توصیه‌ای ندارد. و کشته شدن بیش از 30 یمنی در نتیجه حملات انتحاری به یک مسجد در صنعا. داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. به نام خدا و سلام و صلوات بر حضرت پیامبر مهربانی ها محمد مصطفی و خاندان پاک و مکرم ایشان. خوش آمدید به خبرهای 11 سنباله و 3 سپتامبر سال 2015 میلادی. مشروع خبرها. برای سومین بار طی 4 روز گذشته دانش آموزان دختر در هرات با استفاده از نوعی گاز سمی دچار مسمومیت شدند. به گفته مسئولان در شفاخانه مرکزی هرات بیش از 100 تن از دانش آموزان لیسه بابا حاجی پس از آنکه در این مکتب در اثر انتشار گاز سمی مسموم شدند به این شفاخانه انتقال یافتند. در همین حال عبدالرازق احمدی رئیس معارف هرات میگوید احتمال دارد افرادی از داخل معارف هرات به گونه عمدی این اقدامات را به انجام رسانده باشند. در همین حال برخی از اعضای مجلس نمایندگان نیز بر پیگیری جدی این موضوع از سوی ادارات مسئول تاکید میکنند. سریال مسموم شدن دانش آموزان دختر در هرات همچنان ادامه دارد. برای سومین بار ظرف 4 روز اخیر دانش آموزان دختر لیسه بابا حاجی هرات صبح امروز در اثر انتشار گاز سمی دچار مسمومیت شدند. دانش آموزان لیسه بابا حاجی نیز با استفاده از همان گاز سمی که در لیسه مکتب دخترانه خدیجه استفاده شده بود دچار مسمومیت شدند. اولین حادثه مسمومیت روز دوشنبه هفته جاری در مکتب دخترانه خدیجه روی داد. دیروز نیز دوباره این حادثه در مکتب خدیجه تکرار شد و بیش از 100 تن از دانش آموزان این مکتب مسموم شدند. مسئولان در شفاخانه مرکزی هرات میگویند بیش از 100 تن از دانش آموزان مسموم شده از لیسه بابا حاجی به این مرکز درمانی انتقال یافتند که وضعیت بهداشتی حدود 10 تنشان وخیم است. پرسنل لیسه ما شدیدا مصروف هستند. وضعیت تمام متعلمین ان شاء الله که خوب است و ما زودتر به شما اطلاع دیگه میدیم، اما فعلا همگی مصروف هستند، کار میکنن. در مجموع وضعیت بد نیست، اما یک گازی بوده و طفلا مسموم شده. با آنکه 4 روز از رویداد نخست مسمومیت گذشته است، اما تا اکنون عامل اصلی این قضیه مشخص نشده. با این حال رئیس معارف هرات میگوید احتمال دارد برخی ها از داخل معارف به گونه عمدی در این قضیه دست داشته باشند. احتمال میره، من نمیتونم فعلا به صورت قطعی بسر عنوان بکنم، اما احتمال ایره میدم که یک سلسله عوامل نفوذی هم احتمالا اینا پیدا کرده باشند در درون چارچوب معارف که خدا نکنه چنین باشه، اما وضعیت طوری حد زده میشه که ممکن است چنین چیزی اتفاق افتاده باشه و احیانا از دریچه این مواد سمی وارد مکاتب بشه. در همین حال احمد بهزاد عضو مجلس نمایندگان میگوید حکومت باید این موضوع را جدی بگیرد و عاملان این گونه رویدادها شناسایی و بازداشت شوند. وی تاکید میکند که باید برای رهایی از این گونه مسائل تدابیر جدی در اطراف مکاتب اتخاذ گردد. هر انگیزی که پشت سرش وجود داشته باشه با این قضایا باید با قاطعیت برخورد صورت بگیره، چون که تداوم این وضعیت میتونه که هم خطراتی را ایجاد بکنه و همین که باعث تشویش بیشتر خانواده ها شده. اما وقوع 3 حادثه مسمومیت دانش آموزان دختر آن هم طی 4 روز سبب نگرانی مسئولان اداره محلی هرات شده است. مسئولان اداره های مختلف هرات در این جلسه فوق‌العاده اشتراک کردند تا بتوانند راهی برای جلوگیری این واقعه در روزهای آینده پیدا کنند. تأکیدات جدی همه
سر ای بود که ریشه‌یابی بشه عاملین این قضیه به هر نحوی که شده دستگیر بشه و همچنان تا زمانی که عاملین قضیه شناسایی و دستگیر میشه یک سلسله کارهای وقایوی برای جلوگیری از تکرار این واقعه صورت بگیره که در این جلسه او هم به تصویب رسید. تا اکنون گمان زنی های فراوانی در مورد این مسئله مطرح شده، اما هیچ رد و پایی از عامل این رویداد در محل حادثه به جان نمانده. با این همه مسئولان امنیتی هرات در تلاش هستند که ردی از عاملان این قضیه پیدا کنند تا بلکه بتوانند این گره کور را باز نمایند. بهای ضمانت ویزای کشور ایران افزایش نخواهد یافت. محمود افخمی رشیدی سرکنسول ایران در هرات پس از چاشت امروز در یک کنفرانس خبری گفت بهای ضمانت ویزای ایران که مبلغ 300 یورو می باشد در آینده افزایش نخواهد یافت. در همین حال مسئولان سرکنسولگری ایران در هرات می گویند روزانه برای بیش از 500 تن از باشندگان حوزه غرب کشور از طریق سرکنسولگری ایران در هرات ویزا صادر می شود و آنان در تلاش هستند تا تسهیلات بیشتری برای درخواست ویزا فراهم کنند. مسئولان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات با رد برخی شایعات مبنی بر افزایش بهای ضمانت صدور ویزای این کشور میگویند بهای ضمانت صدور ویزا افزایش نخواهد یافت. محمود افخمی رشیدی سرکنسول ایران در هرات که پس از چاشت امروز در یک کنفرانس خبری اشتراک نموده بود گفت هیچ گونه افزایشی در بهای ضمانت صدور ویزا به وجود نخواهد آمد. شایعاتی هم که اخیراً مطرح شده در سطح شهر مبنی بر افزایش ضمانت هم من اینجا عرض میکنه همچی بحثی نیست. افراد شیاد، افراد فریبکار که دنبال سوء استفاده هستن از این فرصت ها این اخبار رو دامن میزنن و شایعه میزنن. ضمانت ها همچنان ضمانت های سابق است و قابل برگشت است، لذا متوجه مطلب باشن که خدای نکده به دام شیادین نیفتن. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات در این نشست خبری گفت روزانه از طریق این نمایندگی سیاسی برای بیش از 500 تن از باشندگان ولایت‌های حوزه غرب افغانستان ویزا صادر می‌شود و مسئولان کنسولگری در تلاش هستند تا تسهیلات بیشتری را برای درخواست دهندگان ویزا فراهم کنند. ما به طور متوسط روزانه برای 500 نفر اینجا ویزا صادر می‌کنیم، یعنی افرادی که بر اساس ثبت نام مراجعه میکنن ما حتی بعضی وقتا بیش از 500 نفر ویزا صادر میکنیم، اما میانگین ما در بحث خدمات کنسولی روزانه 500 نفر هستش و از این تعدادم ظرفیتشو دیگه نداریم. شما اگه این عدد 500 رو با هر نمایندگی دیگه در هر کجای دنیا صحبت بکنید میبینید که این عدد 500 عدد بسیار سرسام آوریه. همچنان آقای افخمی رشیدی در مورد صدور ویزای کار برای اتباع افغانستان نیز گفت تا کنون طی دو مرحله برای باشندگان کشور از طریق سرکنسولگری ایران در هرات ویزای یک ساله کار صادر شده است و مرحله سوم صدور این ویزا نیز آغاز شده و درخواست دهندگان می توانند پس از طی مراحل قانونی ویزای کار دریافت کنند. مرحله سوم روادید کارگری ما شروع شده، یعنی به این شکل که تمام کارگرانی که در مراحل اول و دوم در ایران رفته باشند و اونجا به مدت یک سال کار کرده باشند و به صورت قانونمند برگشت کرده باشند و از مدت حضورشون در افغانستان 6 ماه گذشته باشه، این گروه مجدد میتونن به نمایندگی ما مراجعه کنن و مجددن برای 1 سال آینده روادید بگیرن که بتونن اونجا مشغول کار و فعالیت بشن. این در حالی است که از چند ماه به این سو ویزای جمهوری اسلامی ایران برای باشندگان ولایت‌های غرب کشور در سرکنسولگری این کشور مقیم هرات از طریق ثبت نام در سیستم جدید اینترنتی صادر میشود. کار آسفالت یک جاده به طول بیش از 32 کیلومتر امروز در ولایت فرا آغاز شد. دفتر رسانه‌های والی فرا با انتشار خبرنامه‌ای گفته است که این جاده در ولسوالی لاسجوین این ولایت به گونه معیاری آسفالت خواهد شد. گفته می‌شود با اتمام کار ساخت این جاده 120 روستا به مرکز ولسوالی لاسجوین وصل خواهد شد. در مسیر راه این جاده 26 پل نیز ساخته خواهد شد. گفتنی است که ساخت این جاده مبلغ 471 میلیون افغانی هزینه در بر دارد که از سوی بانک جهانی پرداخت می شود.
کابل پایتخت کشور امروز پنجشنبه میزبان ششمین کنفرانس اقتصادی منطقه‌ای بود. نمایندگان بیش از 70 کشور و سازمان بین‌المللی در این کنفرانس شرکت نمودند و بر سر بهبود وضعیت اقتصادی منطقه بحث می‌کنند. پیش از این 5 بار این کنفرانس برگزار شده و روی فرصت‌های اقتصادی، تجارت و ترانزیت در منطقه بحث شده است. ششمین نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای بامداد امروز در کابل برگزار گردید و در این نشست نمایندگان بیش از 70 کشور و 40 سازمان اقتصادی شرکت کردند که روی زمینه‌های همکاری اقتصادی میان کشورها بحث می‌کنند. در آغاز به کار این نشست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و عبدالستار مراد وزیر اقتصاد کشور سخنرانی کردند. آقای کرزی گفت افغانستان آماده همکاری متقابل با کشورهای کمک کننده در بخش‌های ترانزیت، استخراج معادن و تبادلات تجارتی می باشد. کرزی از ریکا به عنوان یک فرصت برای همکاری اقتصادی کشورها یاد کرد. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد کشور ضمن تایید نظر معین سیاسی وزارت خارجه کشور گفت آینده اقتصاد افغانستان و کشورهای همکار منطقوی در تجارت، استخراج معادن و همکاری‌های تجارتی ارتباط دارد. او گفت در کوتاه مدت افغانستان نیاز به کمک نظامی کشورهای کمک کننده دارد تا امنیت در کشور تامین شود و زمینه سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی به وجود آید. وزیر اقتصاد گفت افغانستان نیاز دارد که سکتورهای دولتی آن قوی شود و سکتورهای دولتی هماهنگ با بخش خصوصی در زمینه رشد اقتصادی و ثبات کشور فعالیت کند. احداث خطوط آهن، راه‌های ترانزیتی، پایپلاین گاز از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هندوستان و صادرات انرژی از جمله پروژه‌هایی است که در این کنفرانس روی جنبه‌های تطبیقی آن بحث خواهد شد. در این نشست از کشورهای منطقه سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان و معاون وزارت خارجه هند نیز شرکت کردند. این نشست 2 روز دیگر در کابل ادامه دارد. ریکا بار اول در سال 2005 اولین نشست خود را در کابل برگزار کرد و نشست‌های دیگر این نهاد به ترتیب در دهلی، اسلام‌آباد، استانبول و تاجیکستان برگزار گردیده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در نخستین دیدار رسمی با اعضای کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان خواهان تعیین زمان برگزاری انتخابات پارلمانی شد. انتخابات پارلمانی افغانستان به دلایلی از جمله آماده نبودن کمیسیون برگزاری انتخابات و نبود بودجه به زمان نامعینی به تأخیر افتاده است. آقای غنی در این دیدار که امروز پنجشنبه در کاخ ریاست جمهوری در کابل برگزار شد، گفته است که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کار خود را با استقلالیت و بی‌طرفی انجام داده و ریاست جمهوری از این کمیسیون پشتیبانی می‌کند. در این نشست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پیشنهادات 11 گانه خود را با رئیس جمهوری در میان گذاشته است. تغییر نظام انتخاباتی، ترتیب فهرست رای دهندگان، تغییر در حوزه‌های انتخاباتی، شرایط نامزدی در مجلس، فاصله مردم از مراکز رای‌دهی و ترکیب کمیته گزینش موارد عمده این پیشنهادات است. خبرهای کوتاه داخلی را همکارم تقدیمتان می‌کند. در هلمند در جنوب افغانستان مخالفان مسلح دولت 7 عضو پلیس محلی را کشتند. این رویداد در ولسوالی گرمسیر در یکی از پاسگاه‌های پلیس اتفاق افتاده است. مسئولان محلی در این ولسوالی گفتند که 7 عضو پلیس محلی ابتدا مسموم و بعداً به ضرب گلوله کشته شدند. یک منبع معتبر در هلمند میگوید که این رویداد شام گذشته اتفاق افتاده و مهاجمان اسلحه و مهمات جنگی پاسگاه را با خود بردند. این منبع به رسانه‌ها گفت که شورشیان یک موتر پلیس و موتر شخصی را از نزدیک این پاسگاه بردند. هلیکوپتر حامل مقامات محلی لوگر از جمله رئیس احیا و انکشاف دهات این ولایت، خبرنگاران و شماری از مقامات امنیتی در هنگام فرود دچار عارضه فنی شده و قسمتی از این هلیکوپتر آتش گرفته است. محمد داوود احمدی فرمانده پلیس ولایت لوگر رسانه‌ها گفته که این هلیکوپتر در هنگام نشست عقب آن با یک دیوار برخورد کرده و قسمت عقب آن آتش گرفت که بلافاصله سربازان پلیس آتش را خاموش کردند. آقای احمدی میگوید که در این حادثه 14 تن زخمی شدند. یک منبع امنیتی در بغلان گفته است که 3 پلیس در ولایت بغلان با طالبان یکجا شدند. منبع میگوید که این سربازان پلیس چهارشنبه شب در روستای علاءالدین ولسوالی بغلان مرکزی با جنگ افزارهایشان به طالبان پیوستند. هویت این افراد تاکنون شناخته نشده است. و
وزارت دفاع ملی در خبرنامه‌ای که امروز منتشر کرده گفته است در عملیات نیروهای ارتش ملی در نقاط مختلف کشور 78 تن از تروریست‌ها کشته شدند. این عملیات در ولایت کندوز، میدان وردک، غزنی، زاول، سرپل و فاریاب راه‌اندازی شده و در این ولایت ها 78 تن تروریست کشته و 36 تن آنها زخمی شدند. وزارت دفاع در ضمن آن خبر داده که در نتیجه انداخت سلاح سنگین و انفجار ماین کنار جاده 8 تن از منصوبین ارتش ملی شهید شدند. به خبرهای خارجی از استقلال خوش آمدید. سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید نباید مجلس نمایندگان ایران از بررسی توافق هسته‌ای کنار گذاشته شود. آقای خامنه‌ای همچنین گفته است اگر تحریم‌ها معلق شود اما چارچوب آنها باقی بماند، ایران هم تنها برخی از فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق در می‌آورد. رهبر ایران امروز گفت که مصلحت نیست مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی توافق هسته‌ای با برجام کنار گذاشته شود و نمایندگان ملت باید درباره رد یا تصویب آن تصمیم بگیرند. به گزارش سایت دفتر رهبر ایران، وی با تاکید بر لزوم ورود مجلس به موضوع بررسی برجام افزود او در مورد نحوه بررسی و اینکه آن را رد کنند و یا تصویب کنند هیچ توصیه‌ای به مجلس ندارد و این نمایندگان ملت هستند که باید تصمیم بگیرند. این در حالی است که مقام یا دولت حسن روحانی گفتند که نیازی به بررسی برنامه جامع اقدام مشترک برجام در مجلس شورای اسلامی یا همان پارلمان ایران نیست، چون توافق یاد شده به امضای رئیس جمهوری نمی رسد و معاهده محسوب نمی شود. در همین زمینه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز ششم اسد گفته که مطابق با مصوبات قبلی مجلس، توافق باید در چارچوب بررسی ها و تصمیمات شورای عالی امنیت مورد رسیدگی قرار گیرد که شورا کار خود را شروع کرده است و قرار نیست مجلس به این توافق رأی بدهد. آیت الله خامنه ای در بخش دیگر از سخنانش به سخنان مقام های آمریکایی اشاره کرد و گفت دلیل مذاکرات ایران حذف تحریم ها بود است و نباید این تحریم ها باقی بماند. وی تاکید کرد اگر قرار است تحریم ها برداشته نشود پس معامله هم در کار نخواهد بود، بنابراین باید تکلیف این موضوع مشخص شود. وزیران دولت بارک اوباما در نشست های خود با اعضای کنگره آمریکا که ماه گذشته خورشیدی برگزار شد تاکید کردند در صورت تخلف ایران از اجرای برجام تحریف های لغو شده بار دیگر باز خواهند گشت. توافق ایران و شش قدرت جهانی هم اکنون در کنگره آمریکا در دست بررسی است و اعضای مجلس نمایندگان و سنای این کشور تا 17 سپتامبر فرصت دارند تا به آن رأی مثبت و یا منفی بدهند. سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعلام کرد شمار قربانیان حملات تروریستی در مسجد المعید در صنعا به 30 شهید و 10 زخمی رسیده است. گروه‌ها که تروریستی داعش که پیشتر نیز اقدامات مشابهی در صنعا انجام داده است، مسئولیت این انفجارها را پذیرفت. بر اساس گزارش‌ها شب گذشته نخستین انفجار در داخل مسجد المعید و هنگام برگزاری نماز صورت گرفت. انفجار دوم که ناشی از یک موتر بمب‌گذاری شده بود، دقایقی پس از انفجار نخست در خارج از مسجد صورت گرفت. هدف تروریست‌ها از انفجار دوم جلوگیری از انتقال زخمی‌های انفجار نخست به بیمارستان و امداد رسانی به آنها بود. بر اثر درگیری میان گروه‌های شورشی سوری در حومیه دمشق، ده‌ها تن از دو طرف کشته شدند. این درگیری میان گروه‌های داعش و جندلشام که از حمایت گروه ارتش آزاد برخوردار است رخ داده است. دو طرف سعی بر کنترل کامل در منطقه حجرالاسود دارند. ده‌ها نفر از عناصر مسلح در جنگ‌های داخلی میان دو گروه تروریستی داعش و جندلشام در منطقه القدم در جنوب سوریه کشته شدند. جنگ داخلی گروه‌های مسلح با یکدیگر در منطقه القدم نزدیک به منطقه حجرالاسود در جنوب دمشق ادامه دارد. برخی منابع آگاه تأکید کردند که درگیری‌های شدید میان گروه تروریستی داعش و جنبش موسوم به جندشام و برخی گردان‌های افراطی دیگر صورت گرفت که به کشته شدن ده‌ها نفر از عناصر مسلح دو طرف انجامید. بنابر آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، عناصر مسلح جیش الاسلام نیز به مواضع داعش در منطقه الزین در حجرالاسود در جنوب دمشق حمله کردند و دست کم 22 نفر از عناصر داعش را به هلاکت رساندند.
ناظران بر این باورند که این درگیری در چهارچوب تلاش کشورهای حامی این گروه‌های مسلح با هدف غلبه یکی از این گروه‌ها بر دیگر گروه‌های هراس افغان صورت می‌گیرد، تا در هر روند مذاکراتی که ممکن است از طریق تحرکات سیاسی در منطقه شکل بگیرد، برگ برنده‌ای در اختیار داشته باشند. عناصر مسلح از زمانی که نیروهای ارتش سوریه برای اخراج آنها از منطقه قوطه شرقی تلاش کردند، از منطقه حجرالاسود به عنوان پایگاهی برای حمله به دمشق استفاده می‌کنند. در سایه درگیری میان گروه‌های مسلح که با یکدیگر در جنوب دمشق در حال جنگ هستند، برخی منابع نظامی سوریه تاکید کردند که نیروهای ارتش با دقت تمام روند حوادث را دنبال می‌کنند و نسبت به هر گونه تحرک شورشیان در مناطق دیگر آگاه هستند. این در حالی است که گفته می‌شود همکنون بیش از 30 گروه شورشی در سوریه که از سوی کشورهای گوناگون حمایت می‌شوند، در حال نبرد با نیروهای حکومتی هستند. تنش‌ها میان هزاران پناهنده و پلیس مجارستان در ایستگاه قطار بوداپست همچنان ادامه دارد. امروز پلیس مجارستان تنها به یک قطار اجازه حرکت داد و پناهجویان را در مسیر راه و پیش از رسیدن به مقصد در یک روستا پیاده کرده است. در همین حال نخست وزیر مجارستان در سخنان مهاجران آسیایی را تهدیدی بزرگ برای اروپا دانسته است. در ادامه موج مهاجران غیرقانونی در خاک اروپا، بامداد امروز صدها مهاجر به داخل ایستگاه قطار بوداپست هجوم بردند، در حالی که هیچ قطاری به خارج از مجارستان و مقصد آلمان برنامه حرکت ندارد. از روز سه‌شنبه گذشته که نیروهای پلیس درهای ایستگاه مرکزی بوداپست را بسته و مانع ورود مردم به آن شده بودند، حدود 2000 مهاجر غیرقانونی در خارج از ایستگاه جمع شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس تعداد این مهاجران را حدود 3000 تن اعلام کرده است. این خبرگزاری هدف از این اقدام پلیس را ممانعت از ورود مهاجرانی به ایستگاه دانسته که بلیط برای سفر دارند اما مدارک قانونی لازم برای سفر به آلمان و اتریش را ندارند. در همین حال ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان قرار بود امروز در بروکسل پایتخت بلژیک با دیگر سران اروپا درباره بحران مهاجران غیرقانونی به گفتگو بنشینند. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان این مهاجران را که بیشتر از جنگ داخلی 5 سالی سوریه گریختند، تهدیدی برای امنیت و رفاه و هویت اروپا توصیف کرده است. تنها در ماه آگوست 50,000 مهاجر که بیشترشان اهل سوریه، عراق و افغانستان هستند، وارد مجارستان شدند، که بیشتر آنها قصد ادامه مهاجرت به سوی کشورهای غربی اتحادیه اروپا به ویژه آلمان را دارند. اروپا همکنون با بزرگترین موج مهاجران از زمان جنگ جهانی دوم مواجه است، به طوری که در سال روان بیش از 300,000 نفر که به خاطر جنگ، فقر و مسائل سیاسی از کشورهای خاورمیانه و شرق آفریقا در حال گریز هستند، وارد اروپا شدند. همزمان با شدت گرفتن موج مهاجران غیرقانونی، مجارستان که همکنون دولتی راستگرا در آن به سرکار است، دست به ساخت حصاری در مرز 175 کیلومتری خود با صربستان شد. حال وضعیت آب و هوا و نرخ اسعار در بازار هرات تقدیمتان می شود. فردا جمعه آسمان کابل آفتابی، بالاترین درجه حرارت 28، پایین ترین 14. هرات آفتابی، بالاترین درجه حرارت 32، پایین ترین 16. مزار شریف آفتابی، بالاترین درجه حرارت 30، پایین ترین 19. قندهار آفتابی، بالاترین درجه حرارت 34، پایین ترین 16. جلال آباد آفتابی، بالاترین درجه حرارت 36، پایین ترین 23. قزوین آفتابی، بالاترین درجه حرارت 26، پایین ترین 10. و سرانجام بامیان آفتابی، بالاترین درجه حرارت 23، پایین ترین 5. یا
یک دلار آمریکایی خرید 62 افغانی و 60 پول، فروش 62 افغانی و 70 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 70 افغانی، فروش 70 افغانی و 30 پول. یک پوند انگلیس خرید 97 افغانی، فروش 97 افغانی و 50 پول. 1000 تومان ایرانی خرید 18 افغانی و 40 پول، فروش 18 افغانی و 50 پول. 1000 کلدار پاکستانی خرید 596 افغانی، فروش 597 افغانی. 1000 روپی هندی خرید 960 افغانی، فروش 970 افغانی. یک درهم امارات خرید 17 افغانی، فروش 17 افغانی و 20 پول. یک ریال سعودی خرید 16 افغانی و 80 پول، فروش 16 افغانی و 90 پول. در پایان یک بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بازگو می کنم. مسمومیت بیش از 100 دانش آموز دیگر در هرات. از آغاز هفته این سومین مورد مشابه در این شهر می باشد. برگزاری نشست اقتصادی ریکا در کابل. در این نشست بیش از 70 کشور و سازمان بین المللی حضور دارند. تأکید رهبر ایران بر فرستاده شدن متن توافق اتمی به پارلمان ایران. آیت الله خامنه‌ای میگوید در این زمینه به اعضای مجلس توصیه‌ای ندارد. و کشته شدن بیش از 30 یمنی در نتیجه حملات انتحاری به یک مسجد در صنعا. داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. بیننده‌های عزیز، این بود بسته خبری که به سمع و نظر شما رسانیده شد. من و سایر همکارانم در تیم خبر اوقاتی خوش برایتان آرزومندیم. سپاس از همراهیتان. تا درودی دیگر، بدرود.